بسم الله الرحمن الرحیم. برداشتی است همونطوری که هم سابقا مسئله رو خودم تذکر دادم هم متوجه شدید، برداشت های ایستگاهی از قرآن که مربوط به حوادث اجتماعی پیش آمدها، اون بحث هایی که گاهی برای جوامع بشری در نظام های خاصی که دارن پیش میاد و گاهی در حرکت های انقلابی که برخورد نزدیک انسان پیدا میکنه از درون جوامعی که در حال حرکت و انقلاب هستند، و گاهی در برخوردهای علمی و حقایق علمی، این مسائل و این برخوردها اجتماعی علمی، گرفتاریهایی که برای بشر پیش میاد، منشأ میشه کسی که با قرآن آشنا باشه یک دریافتها، برداشتها و مسائل جدیدی ره در مقابل چشمش باز میشه. روی همین زمین هم هست که ما میبینیم وقتی به تفاسیر گذشته و مفسرینی که از آغاز صدر اسلام و بعد از صدر اسلام اظهار نظرهایی در آیات کردند، اینها هر کدام با برخورد به یک مسائل جدیدی یه نظری دریافت کردند. و ایران باید من متذکر باشم که این رو نمیشه تفسیر اسمش رو گذاشت، اونم تفسیر ممنوع که از ائمه ما رسیده، که اگر فرصتی مجالی پیش آمد من خواهم درباره این که اون تفسیر ممنوع چجور تفسیریه که به خصوص ائمه شیعه منع کردن در بین دیگر مذاهب، اینجور منها یا نیست یا به این شدت تأکید نشده. و همون حدیث معروفی که من فسر القرآن به رأیه، کسانی که قرآن رو به رأی خودشون تفسیر می کنند اینها معذب خواهند بود، جایگاهشون جهنمه، این مسائلی است که حالا بعد اگر در این بحث قرآنی ما مجالی پیش آمد من شاید مفصلتر عرض کنم. و مسئله تفسیر و معنای تفسیر یعنی پرده برداشتن از حقایق قرآن، این یک مسئله است. یه مسئله برداشته، تطبیقه، و ما میدانیم برداشت ها و تطبیق هایی که بوده هیچ وقت مورد اعتراض نبوده از علمای گذشتمان، از صدر اسلام بعدها. این مسئله را از این جهت من مطرح کردم پیش از وارد شدن در بحث خودمان که ادامه سوره و نازعات و برداشتی که من از و نازعات کردم جواب مقدری است برای دو گروه مردم. یه عده کسانی که خیلی متعبد و متقشف در دینن، مورد اعتراض اونها واقع میشیم که این مسائل تفسیر به رأی ممکنه باشه و برخلاف دستور اولیاء دینه. یه عده هم گروه هایی که آشنای با قرآن و اسلام نیستن و دورن، اونا خیال میکنن که ما میخوایم با توجیه و تعبیر مسائل مطالب قرآن رو با مسائل روز یا با مسائل علمی تطبیق بکنیم. یه اسلامی از خودمون درست. از خودمون درست کنیم، یعنی چیزهایی از قرآن روی برداشت‌های خاصی داشته باشیم و بعدم تطبیق بکنیم. اینجور نیست مسئله. مسئله این است که در برخوردها و پیشامدها و اکتشافات علمی از یک سو،
از یک سو توجه به تعبیرات قرآن بدون حواشی، یعنی طرز لغات، بیان لغتهایی که در قرآن پی در پی آمده، همه اینها میدونید که برای انسان یه دید خاصی میده و اینو باید گفت انطباق. و از همین جهت میخوام عرض کنم که من برداشتی که از این سوره کردم که از ابتدا شروع شده همینطور دنبالش آمده، این برداشته، تطبیقه، نه تفسیره که مورد اعتراض بعضی ها واقع بشه. نظیر سوره و نازعات، یعنی این آهنگ، این روش، این سوگندها، چون واو و نازعات به اصطلاح ادبی واو سوگنده، قسمه، خدا هم به هر چیزی بخواد سوگند یاد میکنه، اون محدود نیست سوگندش به مثل سوگندهای ما، سوگندهایی که در شرع و قانون اسلام تعهد آوره، سوگند خاصی است به اسماء جلاله، اسماء الهی، اونم اسماء خاص الهی. ولی این سوگندی که به حضرت عباس قسم، به امام حسین یا به یکی از ائمه یا به یک مرقدی به ذریعه فلان امام قسم، اینا هیچ وقت تعهد آور نیست. اینم در ذهن باید بدارید. سوگندهای قرآن توجه به پدیده هاست، پدیده های خلقت آفرینش، و در روش این پدیده ها مدعا، مسئله ای که قرآن میخواد اثبات بکنه، در همین مسیر این سوگندها خود به خود او اثبات میشه، مدعایی که هست، یعنی اشهاد، گواه گرفتن این پدیده هاست برای یه مسئله بالاتری، یه مسئله که مورد نظر انسان ها عموما نیست. ما 5 یا 6 سوره در قرآن داریم که اینها روش سوگندهاش هم آهنگ، یک نواخت و نتیجه و نهایت مسائل هم تقریبا شبیه به همه. و بعد برمیگردیم به نظریات مفسری، میبینیم اغلب در این سوگندها یک نواخت نظر دادن که مقصود چیه. یکی از اون سوره ها سوره صافات، و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الهکم لواحد. ملاحظه میکنید این از جهت جمع‌بندی و آهنگ و ضریب آهنگیش شبیه به همون ونازعاته، ولی مطلب به کجا میره؟ ان الهکم لواحد. این یک سوره. با سوره دیگر داریم به اسم سوره وزاریات، وزاریات زرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا. با سوره دیگر داریم که همین سوره ونازعاته. سوره دیگر هم هست سوره والعادیاته، که اینها همه قسمها و بیان و آهنگ میبینیم که یک نواخت و شبیه به همه. حالا ما سوره والعادیات از قرائن و لغات و ترکیبی که هست تا حدی میتوان انسان خوب درک بکنه که مقصود والعادیات چیه، برای اینکه لغت والعادیات که جمع عادی است، یعنی اسبهای دونده، والعادیات ذبحن که در حال نفس زدنن، فالموریات قطعن، فالمغیرات صبحن، فاثر. این دیگر احتیاج به یه برداشت خاصی نداره روی دیدهای معین، چون قرائن در خود آیات هست، فاثر رو به این نقن که سوگند به اسبهای مجاهدینی است که اینها چنون خودشون در راه هدف از جا کنده شدن برای کوبیدن مراکز دشمن و شبیخون زدن به مراکز فتنه، که اسبهاشون هم سر از پا نمی‌شناسن، نفس میزنن، منظره شب پای اسب، سم اسب به سنگها بر میخوره، برق از اون میجهد، والعادیات ذبحن فالموریات قدرا، اونهایی که با زدن برخورد سمشون به سنگها جرقه میپرانن،
یعنی خداوند عالم، خداوند زمین و آسمان اونقدر ارزش داده به حرکت مجاهدین، اون مجاهدین که در راه خیر، در راه حق از جا کنده شدن، که اسبهاشون هم ارزش پیدا کرده، سم اسبهاشون هم مورد نظر خداست. تا به اونجا که میرسه فلموریات قدحن فلمغیرات صبحن، که یک مرتبه دشمن رو غافلگیر میکنن، دشمنی که در هنگام صبحگاه هست و خواب و در حال غفلته، اینها اونها رو غافلگیر. خب این معلومه روش آیات چجوره. اما بعضی از سوره های دیگه هست که اساساً لغت تا حدی معلومه اما انطباق مشکله. من باب مثال عرض میکنم، یکی همین سوره قبل از چند سوره قبل از سوره و نازعات، سوره والمرسلاته. سوگند به اون رها شده ها، مرسل یعنی رها شده، از هر بندی آزاد شده، عرفن یا برای شناسایی که در طریق شناسایی پیش میره، یا عرفن معنای حرکت پی در پی پشت سر هم رها میشه. ول مرسلات عرفن ول آصفات اسفن. پس از این رهایی اینها به شدت حرکت میکنن که هر مانعی را از سر راه برمیدارن، که اسف معناش شدت حرکت باده، که باد آسف و ناشرات نشرا، بعد همه چیز رو منتشر میکنن. فل فارقا فرقا فل ملغیات ذکر. حالا ملاحظه کنید این رو ما نمیدونیم چجور برداشتی ازش داشته باشیم. توجه میکنیم اون کسی که به قرآن رجوع میکنه، ما میبینیم که اونها هم هر کدام یه برداشتی داشته، و این برداشت ها هم هیچ وقت دیگران مورد اعتراض، یعنی اعتراضی نکردن به این برداشت ها که مرسلات چیه و چه معنایی است از مرسلات. برداشتی که بعضی از مفسرین داشتن این است که مرسلات یعنی ابرهای رها شده یا انسانهای رها شده که بعد دنبالش فلاسفات عصر. خب در اون دید اون زمان جز این چیزی رو نمی دیدن که منباب تشابه لغت مرسل با رسول، سوگند باشد به انبیا و پیامبرانی که از طرف حق رها می شدن، یا به بادهایی که از یک جهت حرکت می کردن در جهت دیگر. ولی در دید امروز که ما بخوایم برداشت کنیم آیا همونه؟ و می بینیم در حرکت های اجتماعی اونهایی که پیشتازن از بندها آزاد می شن، درسته؟ قیدها، بندهای محیط، روابط، ضوابط محیط، همه چیز رو آزاد میشن از اینا. آزاد که شدن، این آزادی در طریق شناساییه، یعنی یک مردمی که در یک نظام طبقاتی تحت تأثیر فشارهای طبقات ظالم و ستمگر هستند و اینهایی که وابسته به تمام این روابط و نظام ها هستن، اینا اصلا شناخت نمیتونن داشته باشن. ولی وقتی که حرکت کردن، بندها رو رها کردن، شناختشون رو به پیشرفت میشه. این شناخت دو مرتبه تأثیر میکنه، حرکت شدیدتر میشه. حرکت که شدیدتر شد یه گروه هن. چون سال مرسلات جمع مؤنثه، به اعتبار جماعت شاید باشه، یه گروه هستن، ولی همین گروه کم کم شعبه ها پیدا میکنن، منتشر میشن در اطراف، یه حرکت وسیع اجتماعی از اینها پدید میاد و مردم که یک نواخت بود زندگیشون، اینها به تدریج جدا جدا میشن و اونهایی که در این حرکت و در این مسیر همگامی نداشتن، وابستگیشون هنوز باقیه، اینها از اونها جدا میشن. خب یه برداشت نیست. من میگیم این عین تفسیر قرآنه، تفسیر این آیاته، ولی یه انطباقیه، درسته؟ اون روز شاید مسائل اجتماعی و وابستگی ها و حرکت های رسول اینجور در مقابل چشم نبوده که این آیه رو منطبق کنن، ولی امروز ما میبینیم که یک
وقتی که بر میخوریم به مسائل اجتماعی یه دیده تازهی باز میکنیم. بر میخوریم به مسائل علمی، چه اشکالی داره که پدیده های طبیعته که هر کدام در موضع خودشون، عناصر و اجزا عنصرها در موردی که واقع هستن، وابستگی که دارن، اینا حرکت میکنن، آزاد میشه، انرژیاشون آزاد میشه و بعد پخش میشن و مجموعاً نظام عالم رو تدبیر امر فراهم میکنن. خب ما اینطور برداشت میتوانیم کنیم. همونطوری که ما به قتاده، عطا، اکرمه، ابن عباس، دیگران که پر اقوال اینا در تفاسیر ما، نمیتونیم اعتراض بکنیم که آقا تو چرا از این مرسلات این برداشت کردی؟ برای اینکه دیدش بیشتر از این نبوده. او اینجور نگاه میکرده با مسائل ره. ولی وقتی دید باز شد، ما میبینیم هی مسائل بیشتر میشه، انطباقات بیشتره. باز هم نمیخوام بگوییم که همینی که ما میفهمیم همه واقعه. باز پیشرفت علم، حرکتهای اجتماعی ممکنه با یه مسائل جدیدی رو پیش بیاره و ما یه برداشت دیگری از قرآن داشته باشیم. این خودش از اعجاز قرآنه که اون روز با اون دید یه برداشت داشت، درستم بود تا حدی. امروز از این مهمتر سوره قبل از این رو ما مورد بحث قرار میدیم. اینا همه مقدمه است برای اینکه در مسئله ای که سوال کردی در برداشت ها این رو توضیح بدم. و زاریات ذروا، فالحاملات وقرا، فالجاریات یسرا، فالمقسمات امرا، انما تو ادونه لصادق. اون وزاریات ره چه جور میتوانستن برداشت کنن مفسرین سابق؟ برای اینکه اغلب تفسیرها هم از افراد مختلف، اگرم منتسب به یک معصومی یا امامی باشه مستند نیست که علی علیه السلام مثلا نظرش این بوده. همه مسلمان ها این حق را داشتن که اظهار نظر بکنن و هیچ کدام نمی گفتن اینی که من برداشت میکنم همین است و لیس الا. و باز بوده راه نظر و دید در قرآن، مثل این چند قرن اخیر نبوده که هیچ کس حق درک و تطبیق و مطالعه در قرآن نداشته باشه. همین وزاریات و همون والمرسلات میبینیم که عموما مفسرین در تفسیرهای حتی ما هم همش از اینها نقل میکنه. قتاده چنین گفته، ابن عمر چنین گفته، مقاتل چنین گفته، مجاهد چنین گفته، از صدر اسلام تا آخر، و هیچ کس ردشون هم نمی کنه. او عقیدش این بود، این عقیدش این بود. وقتی مجموعه هم میبینیم در این ردیف آیاتی که قسمهای یک نواخت و هم آهنگ در یک جهت این قسمها پیش میره، وقتی نگاه میکنیم چند قول بیشتر در مجموع اینها نیست، در مرسلات، در زاریات، در نازعات. یا میگویند که اینها مراد فرض کنید و زاریات ابرهایی است که بادهایی است که ابرها را پراکنده میکنند و منتشر میکنند و به این طرف و اون طرف میفرستند. بعد ابرها که منتشر شد به وسیله بادها، درستم برداشت کردم دیگه، و زاریات یعنی منتشر کردن، حرکت دادن، به هر جا پراکنده کردن، یک نوع پراکندگی تنظیم شده ای. و زاریات ذروا، فالحاملات وقرا، بعد تبدیل میشه به ابرهای سنگین بارندهی که میبارن. بعد هم فالجاریات یوسا، بعد هم آسان حرکت میکنن. اینها چند جور برداشت دارن. یه جور برداشتشون این است که همین پدیده های طبیعت که در دسترس فکرشون بوده، در منظرشون بوده و آیات رو منطبق با اونها میکردن. اونایی که یه مقدار میخواستن بلندتر و بالاتر فکر کنن، همه اینها رو حمل میکردن به ملائکه. و زاریات ملائکه هستن و نازعات ملائکه هستن که جان کفار رو میگیرن، و المرسلات هم ملائکه هستن که گروه گروه حرکت میکنن. فقط ما وقتی که مجموع این تفاسیر رو میبینیم، دو نوع تفسیر بیشتر نیست. یا بعضی پدیده های جدا جدای طبیعت مثل ابرها، بادها، بارانها تا حدی هم درست بوده، و بعضی هم همون قوای غیبیه و مدبر عالم که از دسترس فکر ما خارجه. این برداشت های انطباقی بود که داشتن و ما
پس حق داریم اگر یه دید جدیدی در زندگی و حیات برای ما پیش آمد، ما یه برداشتی داشته باشیم. حالا مثلا میگیم وزاریات، اون میگفت ابرها هستن، بادها هستن، ما میگیم که وزاریات از ذره، یعنی عنصرهای ریز. ذره یعنی عنصر ریز. اتم را عرب میگه ذره دیگه، انفجار ذره‌ای اتمی. خب حالا ما میبینیم علم یه دید جدیدی برای ما باز میکنه که اتم ها، عنصر ها، اینا از درون دائما در حال انفجارن و پراکنده میشن. حالا این البته علمای فیزیک باید بهتر انطباق بدن، من که وارد فیزیک نیستم. و ذریات ذره. بعدش میگه فلحاملات وقرا، یعنی در همین حرکت انفجاری که به این طرف و اون طرف پراکنده میشن، دارای نیرو میشن، حمل نیرو میکنن، یعنی بار الکتریسته. درسته؟ تطبیق میکنه دیگه. این تطبیق خیلی دورتر از تطبیق عطا و اکرمه که نیست. درسته؟ خب میبینیم اینا هم یه تطبیقیه. فلحاملات وقرا، وقرم غیر از ثقله، ثقل یعنی وزن سنگین، وقرون است که از درون سنگین بار باشه. شاید مراد همین بار الکتریسته باشه که وقتی ذرات شروع میکنن منتشر شدن، حرکت کردن، دنبال این حرکت بارهای قدرت و انرژی رو با خودشون حمل میکنن. فل جاریات یسرا، اون وقت دیگه در همه ابعاد طبیعت اینا جریان پیدا میکنن. بعد از این جریان فل مسمات همراه، ما عناصر تقسیم بندی میشه، همطور که علمای فیزیک اجمالا نظریاتون همینه، از تقسیم عناصر، از حرکت درونی ذرات و اتم‌ها و اتم‌ها و انفجارها، عناصر مختلف، بارهای الکتریسته. خب این برداشت ما میتونیم بکنیم، اما نمیخوایم بگیم این همه قرآنه، همه این چیزه. این هم یه مسئله است. این ها مثال‌هایی بود از 5-6 آیاتی که در آغاز چند سوره قرآنه و برداشت‌هایی که داشتن و برداشت‌های گوناگون و مختلف به دیدهای مختلف، تا میرسیم به سوره مورد نظرمون. نازعات هم ما همینطور میگیم، نازعات میگیم ما میتونیم از برداشت کنیم روی ردیف آیات. البته هر سوگندی مترتب بر سوگند سابقه. یکی از اشتباهات مفسرین این است که اینا رو بعضی هاشون رو همه رو مستقل میدانن، یعنی هر کدوم یه سوگند خاصیه. ما میگیم و نازعات غرقا، غرق در حرکت، حرکت از جا، موضعی که داره. در برخوردهای علمی میبینیم مثل همون وزاریات ذره این تطبیق میکنه که میتوانه این نز همون حرکتهای عنصری باشه که از موضع و جا و موقعیتی که دارن از جا کنده میشن و روی همین حرکت مستمری که در عناصر هست پشت سر هم مسائل دیگری پیش میاد. و ناشتات نشتا، این میخوام بگوییم که یه دید جهانیه، در جهان خلقت، جهان طبیعت، در همه جا این حرکت هست، نه مخصوص به ابر و باد که مفسرین تطبیق کردن و منحصر دانستن، بعد شناوری ها، بعد همین حرکات ماده، فل مدبرات هم. این یک من همونطوری که عرض کردم با برخورد مسائل اجتماعی هم میبینیم که ما میتوانیم یه همچه برداشتی بکنیم که قبلا هم عرض کردم. یک جامعه، یه مردمی که اینها از حرکت واماندن، وابسته به غرایز، شهوات، زندگی روزمره، عواطف حیوانی و از یک طرف وابسته به نظامات، توسری‌خوری، بردگی، محکومیت، از هر جهت به جای خودشون ماندن. در این جامعه به مناسبت همون آیه سابق میتوانیم بگیم این دنبال اوه. ول مرسلات عرفا، یه عده مردمی پیشتاز از میان این جامعه ظهور میکنه که آزاد میشن از این بندها، که من نازعات تعبیر دیگری از مرسلات باشه. مرسل یعنی رها شده، ولی چرا رها میشه؟ برای اینکه از اون
موضعی که داره و ریشه های وابستگی که داره خودش از جا میکنه، نزع میکنه، که نزع همونطوری که قبلا گفتم به شدت چیزی رو از جا کندن. وقتی که از جا کنده میشن، یه گروه، یه جمعیت پیشتازی در نظام اجتماعی، در اثر چی؟ در اثر یه برخورد، در اثر یه مرسل، یعنی یه انسان نبی، یه رسول، یک انسان مخلص و آگاه، میتوانی یه جامعه ایره، یک گروه هاییره حرکت بده، جلو ببره و نازعات که مستغرق بشه، هی وابستگی ها کمتر، حرکت رو به هدف، رو به مقصدی که دارن بیشتر و سابهات سبها که دیگه یک سر شناوری در همون مسئله نزعی میشن، یعنی مسئله انقلابیشون. این غیر از هدف انقلابی هیچ هدفی ندارن. و بعد هم کار به جایی میرسه، همونطور که میدونیم در عصر خود پیغمبر، همون مردمی که وابسته به تمام علایق حیوانی، نژادی، میراثی، قومی بودن، چطور یک مرتبه از جا کنده شدن در اثر یه حرکت، یک نزعه‌ای که یه عامل نبوتی که در اینها تأثیر کرد. و اینها برای پیش برده حق نه از مرگ میترسیدن، نه از فوت آرزوها و شهواتشون، بلکه ما میبینیم در میدانهای جهاد از یکدیگر سبقت میگرفتن و از سابقات سبقا. این منتهای مسیر کمالی یک انسان نازعه که غیر از انسان انقلابی است. ممکنه همونطوری گفتم انقلابی باشه ولی از جا کنده یا به قهقرا برگرده یا چند قدم که جلو رفت نشاط پیدا نکنه، واخورده بشه. این نمیتوانه تدبیر امر کنه اگر نشیط نباشه در کارش. اگر نشاطی هم پیدا کرد ولی با مردم و با خلق و با نظام طبیعت هم آهنگ و شناور نشد، مثل ذرات عالم، اینم به ثمر نمیرسه. اگر اینم شد ولی روح سبقت نداشت، در یه جهتی متوقف شد، باز هم مدبرات نمیتوانن باشن. نتیجه‌اش فل مدبرات امر، اینها هستن که میتوانن تدبیر امر کنن، یعنی این پیشتازها، این پیشروها. در انقلابهای اصیل انبیا همینا بودن که تدبیر امر میکردن، یعنی همین توده های وابستهی که از جا تکون خورده بودن، نه اونها در حاشیه بودن، نه فرصت طلب ها و همینا. در انقلاب ما متاسفانه میبینیم که اونهایی که نزوع کردند، حرکت کردند، از جان گذشتند، تو خیابونها ریختند، سینه سپر کردند، اونها میبینیم که در یه جهت واقع شدن، چه بسا به حساب نمیان. اونایی که در حواشی بودن که با همون میز و صندلی و پست و مقام و پول سر جاشون بودن، اونها میخوان مدبر امر بشن. با حالی که مدبر امر همینان، چون اینها بودن که این حرکت رو ایجاد کردن، اینها بودن که پیش بردن، اینها باید به حساب بیان. خب اونها هم بیان کمک بکنن، ولی اصالت فل مدبرات امرا دنبال و نازعاته، اونهایی که نزوع کردن و اینجور از جا کنده شدن. خیلی فرق داره. اون کسی که ما میدیدیم در این انقلابات این چند مدت از نزدیک بچهش رو میبوسید میفرستاد توی خیابون و در مقابل گلوله، و اون کسی که شب در خانهش میبست زن و بچهش مبادا بیان بیرون، مبادا چشم زخمی به اینا بخوره. اونا باید مدبر امر باشن یا اینا باید مدبر امر باشن؟ و این مسئله ایست که همیشه در نهضت‌های اصیل اونهایی تدبیر و امور و شؤون مردم رو باید در نظر بگیرن که از ابتدا از جان و علایق و وابستگی ها آزاد شدن، رفتن رو به هدف و هدف رو اینها تشخیص میدن، نه اونهایی که در کنار بودن و دست به دست هم میمال، دست به دست میمالیدن ببینیم حالا چطور میشه، شاید شد، اگه شد خب ما هم شریکی، اگه نشدم که خب نشد دیگه، حالا میگیم نشد، اشتباه کردید، شما چرا همچه کاری کردید، چرا بی خود خودتونه به کشتن دادید. یا اونهایی که الان میخوان همون طرفدارای مستضعفینی که خودشون جز مستکبرین هستن. این انقلابی نیست که به نتیجه برسه. مسئله این است که تدبیر امر باید دست همونهایی باشه که
امر ایجاد کردن، رو به امر رفتن، یعنی فرمان الهی، فرمان وجدان، فرمان حق و حق جویی رو اجرا کردن، یعنی حرکت کردن برای تحقق اون، و باید فل مدبرات امر را